یه چهارشنبه دیگه یه قسمت جدید از سریال پوست شیر چنل موفی برو بریم سلام به برابکس خوب یوتیوب علیرضا سلطانی به کانال خودتون کانال آسمووی خیلی خوش اومدید دقیقا چند ساعت پیش قسمت پنجم از فصل سوم سریال پوستشیر رو اومد اینجا این با بررسی سر نخواهی این قسمت آ یه نکته اگه شما این قسمت رو دیدید حتما توی کامنت ها نظرتون راجع به این قسمت برای من بنویسید اگه ندیدینم در نظر داشته باشید که اسپویل داریم اول ببینیم توی این قسمت اصلا چی دیدید خب این قسمت با دستگیری شیرین شروع میشه محب به رسول زنگ زده که سریع برن سر وقت شیرین و اونجا هم شیرین رو دستگیر میکنن هم تو دست بچهش یه طلا میبینن رسول که دقت میکنه میفهمه که این طلا همون انگساد معروف رو داره خونه رو میگردن و کلی طلا جواهرات از انگساد پیدا میکنن شیرین خیلی مشکوکه تو ادامه بازجویی محب از شیرین رو داریم شیرین اولش حرفی نمیزنه ولی محب حسابی میترسونتش یه جوری که ما هم جفت کردیم واقعیت و شیرین میگه که می میترسم اگه حرف بزنم میترسم که عکسایی که ازم داره رو پخش بکنه اونجا شیرین میگه که منصور زنده است و تئوری ما درست از در اومد منصور زنده است آه. و توی فلشبک کل ماجرا رو تعریف میکنه و ما با شخصیت عجیب و غریب و دیوونه منصور آشنا میشیم من یکی تلسیدم شما رو نمیدونم شیرین به محب برمیگرده میگه که منصور وقتی چند وقت پیش منو دید به هم گفتش که هر وقت نظر دوت شد و خواستی با من بیای بریم یه آدرس قهوه خونه بد میدم بیا اونجا محبم سناریو میچینه که شیرین رو به عنوان تومه بفرسته توی قهوه خونه تا بتونه به منصور برسه اما منصور نمیاد شیرین وقتی برمیگرده به خونه دخترش میگه که یه آقای جلوی منو گرفت یه کاغذ بهم داد کاغذ منصور نوشته که ساعت 11 بیا فلان قهوه خونه شیرین میره سر وقت قهوه خونه ولی باز هم منصور نمیاد ما کاشته به خدا این وسط داشم رضا پروانه هم داره میره عمل بکنه خدا کمک کمکش کن موه به این شک میکنه که منصور با این شخصیتی که از این سراغ داریم داره که به قبر سابر به عنوان کسی که خیلی دوستش داشته سر بزنه میرن اونجا واسهش تله میچینن و منصور میاد و ما بالاخره این آدم رو بایی عوضی کسافت هاش آشغال وقتی گرفتنش میخندی چرا میخند نعیم که از طریق مرتزایی این رو ورده بود با اصلی میره سر وقت منصور بابا نعیم داش بی خیال شدی که تو هر سری میخوای بری یکی بکشی نمیتونی بکشی دیگه اینم نمیتونی بکشی به خدا اسیر شدیم همین اول بگم که یکم ناراحتم از این که سه قسمت مونده تا سریل پوست تموم بشه این چهار شنبه های پوست شیری تموم بشه ولی احتمالا بعد از سریال پوست باز هم راجبه به سریل پوست چندتا چند تا ویدیو خواهیم داشت و اونا سورپرایزن حالا من سکانس به سکانس میرم جلو و اونایی که دیگه سریل رو دیده باشن این قسمت رو دیده باشن توی ریتم ویدیو قرار میگیرن دیگه من نمیدونم چرا نسبت به رو نمیتونم صاف باشم دیدی تو بازی مافیا یه سری سفیدم ولی نمیخوای قبول بکنی صدرا واسه من دقیقا همونه سفیده ها یعنی فیلم داره میگه سفیده ولی من نمیتونم قبولش بکنم ببینم شما هم چنین سی دارید یا ندارید آقا صدرا سفیده هرچند ما توی ویدیوهای قبلی یه سری تئوری راجع به صدرا و رضا پروانه و کلا اون شب دوزیدن و همینا داشتیم سکانس بازجوی محب از شیرین رو دوست داشتم اون حس ترسی که محب انداخت تو جون شیرین باحال بود من به عنوان بیننده شم نگاه میکردم میتونستم اون حس ترسی که تو جون شیرین افتاده رو درک بکنم و شیرینم که ماجرا رو گفت و گفت که منصور زنده است چاکرین تئوری بود که ما داده بودیم که منصور زنده است به احتمال خیلی زیاد مخصوصا از این که خب نشونش هم ندادن گفته بودم این دیگه نمیشه حواس پر کردم. باشه این دیگه قطعا داره بهت کد میده فلش شیرین از منصور اگر فرض رو بر این بذاریم که واقعیت رو تمام و کمال داره میگه فلشبک ترسناکیه یعنی دقیقا منصور همونیه که باید باشه همون کاراکتر بدیه که این سریال بهش نیاز داره دقیقا همینقدر وحشی مخصوصا سکانس کشتن صابرش خیلی خوب بود اون جنونی که داشت وقتی داشت صابر رو میکشت کسی بود که همه جوره دوستش داشت همه جوره قبولش داشت اصلا به خاطر اون داشت همه کار میکرد ولی کشتش حالا راجع به منصور یه تئوری دارم آخر سر باهاتون صحبت میکنم یه سوالی برام پیش اومد وقتی که شیرین ماجرا رو تعریف کرد رسول و بچه ها میگفتن که آقا بذارید بریم بگیریمش مویان آدرس قهوه خونه رو داریم میدونیم کجاست و تیم بفرستیم اونجا آدم بذاریم زیر نظرشون بگیرن محب برگشت گفتش که نه نباید احساسی رفتار بکنیم اما دقیقا چند ثانیه بعد همون کارو کردن چند روز بعد نبود که اونا دقیقا چند ساعت بعد بود اینو خیلی درک بکنم محمودا تو این سریال یه چیز رو خوب انجام دادن اونم این که تونستن مخاطب رو دق بدن یعنی مخصوصا اون سکانس قلب خونه وقتی اون پسر اومد سر میز شیرین نشست قشنگ میخواستن تو رو دق بدن از این کارا زیاد کردن توی سریال مثل اونجایی که رفته بودن سراغ فرشاد عرق فروشه و ما اول فکر میکردیم همون فرشاده و بعد دیدیم نه اون فرشاد نیست این کار زیاد کرد اون وصل شدن محب به منصور رو دوست داشتم به نظر من خیلی کار کرده خوبی داشت محب رفت سر وقت قبر دختر خودش اونجا باید صحبت میکرد همونجا اومد تو ذهنش که منصور هم میتونه به سابر سر بزنه سکانس دستگیری منصور خیلی ساده بود این وقتی ما با این سریال همراه شدیم این همه تئوری دادیم این همه فکت دادیم راجع به سریال اساس میکنیم خیلی پیچیده تر باید دستگیر بشه اما خیلی راحت گرفتنش برای همینه من احساس میکنم که منصور میخواست که بگیرنش چون وقتی گرفتنش یه لبخند ژکندی هم لب داشت من احساس میکنم میخواست بگیرنش و هنوز نقشهش مونده یادمون نرسه یا سه قسمت دیگه ازش باقی مونده و نمیشه که همینجور تمام هم بشه البته امیدوارم خیلی هم دیگه نخوان ما رو عجیب و غریب قافل گیر بکنن این اینو بکشه اون اونو بکشه همه همدیگه رو بکشن رو خدا دو نفرم زنده نگه داریم <applause> اما تئوری هایی که راجع به منصور دارم اولی شو توی ویدیو گفتم به نظرم منصور میخواست که دستگیر بشه آدمی که اینجوری این همه سناریو چیده انقدر راحت بخواد بیاد دستگیر بشه معنی نمیده میخواسته دستگیر بشه یعنی آدمی با این جنون و دیوونگی میتونه حتی خودش رو هم میتونه فدای نقشش بکنه که نه این بیفته زندان میشه اما وقتی من داشتم فلشبک شیرین رو گوش میدادم ناخداگاه یاد درختی افتادم نمیدونم چرا ولی احساس میکنم منصور میتونه حتی خود درختی باشه قبول دارم که پلیس نمیتونه آدم بیگناه رو کشته باشه بالای دار برده باشه اما همونجور که این سریال تا الان یه سری ساختارها رو شکسته میتونه این ساختار رو هم بشونه چون توی قسمت دوم رسول این شک و انداخت که نکنه آدم اشتباهی رو کشتیم چون منصور با گذشته که ازش تعریف شد با خلق و خویی که ازش سراغ داریم و با مدل رفتارش قشنگ میتونه همون آدم باشه درختی اولین قتلش رو کی انجام داد دقیقا سالی که نعیم افتاد بازداشتگاه همخونی دارن دیگه نمیدونم این تئوری رو اینجا باید داشته باشیم که منصور میتونه درختی باشه علیرضا استادی توی این قسمت هم نیومد سه قسمت دیگه از استادی هم قرار بیاد البته با توجه به سکانس هایی که مثلا از بهرام ابراهیمی دیدیم احتمالا از استادی هم در حد همون چند تا سکانس کوتاهه برداشت منه اما امیدوارم محمودی یادش نره که یه سری چیزها رو باید به ما توضیح بده رابطه منصور و سمد رو باید به ما توضیح بده محمودی باید به اون قتلی که نیم انجام داده یه جوابی بده محمودی باید به اون جنازه ای که روز اول فکر کردیم همه ساحله باید یه جوابی بده قبلا توی پادکست راجع بهش صحبت کردیم و من پیش خودم گفتم که هر دلیل منطقی بخوام بیارم به نظرم نمیتونن این انتقام رو جواب بدن این آدم این همه هزینه کرده این همه داره همه رو اذیت میکنه ولی الان که منصور رو میشناسم میبینم نه دقیقا این کاراکتر میتونه همین کار رو بکنه چون همه چیز رو زیر سر نعیم میدونه نمیدونم این انتقام قراره تا کجا پیش بره خلاصه این بود از قسمت پنجم فصل سوم سری پوست شیر و یه چهارشنبه یه پوست شیر دیگه هم تموم شد حتما حتما توی کامنت ها نظراتتون رو بنویسید هر کامنت شما میتونه ایده یه ویدیوی بعدی من باشه اصلا شما ایده پرداز ویدیوهای من هستین دمتونم گرم این ویدیو رو اگه شین لایک کنید چند سابسکرایب بکنید زنگ بارم شما کنید که ویدیوی بعدی رو از دست ندید دوستون دارم تا ویدیو دیگه